having to do with خب بیننده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از سری برنامه های آرویو. در تلویزیون اندیشه با شما صحبت میکنیم. حتما متوجه شدید که از برنامه امروز جای دکتر فوجان زینی بسیار خالی هست، که هست برنامه های آرویو که محبت میکنن هر هفته دعوت برنامه رو پذیرفتن و این مسئولیت بسیار سنگین رو به عهده گرفتن، ولی خب بعضی اوقات به خاطر مشغله زیاد نمیتونن اینجا در کنار ما باشن. ولی همینطوری که میبینید مهمانان بسیار عزیزی رو امروز در کنار خودمون داریم که خوشحال هستم باهاشون یه گفتگوی داریم، برای اینکه یک خبرهای خوب، سورپرایزهای جالبی برای شما عزیزان دارن که مطمئناً شنیدنش براتون خارج از لطف نخواهد بود. ازتون دعوت میکنم که برای 50 دقیقه آینده با ما همراه باشید با مهمانان عزیزمون که واقعاً احتیاجی به معرفی نداره. ماز جبرانی که همه شما بسیار با کارهای ماز عزیز آشنا هستید، با فعالیت‌هاش که الان سالیان سال هست در آمریکا مشغول به کار هست، به عنوان استندآپ کمدین کار خودش را آغاز کرده، ولی به عنوان بازیگر در فیلم‌ها هم به چشم می‌خوره. ماز بیکار نمیشینه، خلاصه he's constantly busy. Good to have you Maz. مرسی سوزی جون، مرسی که ما رو دعوت کردین امروز. خیلی خوشحالم که باهاتون هستم. به دوستان عزیز سلام میگم و خوشحالم که یه گفتگوی با هم دیگه میکنیم. بله، خوش آمدید به برنامه جدید آر ویو. تبریک میگم بهتون. مرسی عزیزم. مهمون بعدیمون هم تارا گرامی هست که خوشحالم در کنارش هستیم. تارا جون خیلی خوش آمدی به برنامه آر ویو. سوزی جون، Oh my god. حد شروع نشده فارسی. That's okay. من به بچه‌ها گفتم اجازه بدین امروز برنامه‌مون به زبون فارسی باشه، ایون دو که بیشتر خب انگلیسی براشون راحت‌تره، ولی به خاطر بیننده‌های خوبمون که می‌دونم در همه جای دنیا هم تلویزیون اندیشه برنامه‌ها دیده میشه و میبینن، خب ترجیحاً ما دوست داریم برنامه ها به زبان شیرین فارسی باشه، ولی موقعی که مهمانان خب غیر ایرانی داریم که دیگه طبیعتاً باید به زبان انگلیسی صحبت کنیم، ولی حالا امروز هم یه مقداری فینگلیش ممکنه باشه، فارسی انگلیسی. به هر حال تارا جون feel free comfortable، هر جور دوست داری صحبت کن. مرسی. نه مرسی سوزی جون، واقعا خوشحالیم که اینجاییم که خب. شما رو میبینیم. مرسی. با همین خیلی وقت ما سه تا همدیگر ندیدیم، خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم. خب یه اوکیژن خوبی بود که هممون دوره هم باشیم. لازم به یادآوری است که تارا گرامی عزیزم هم یک خانم بسیار میتونم بگم تالنتد، یک بازیگر موفق که ایرانی، آمریکایی، کانادایی شاید بهتر بگم هست. آمریکایی نه، دیدین زود من چپ نگاه کرد. ایرانی ها خیلی واقعا پرتیکولر هستن، جایی که بزرگ میشن گرو اپ میکنن. تارا در کانادا بزرگ شده، ولی من یاد دارم که چندین سال پیش تارا جان با یه مصاحبه داشتم در رادیو 670 به خاطر یک پلی که بازی کرده بودی، نمایشی که اونجا با کار داشتن شدم و واقعا دیدم چقدر این خانم واقعا بازیگر چیره دست و بازیگر قوی و توانایی هست. خیلی به تبریک میگم. مرسی. حالا هم که الان سورپرایز داریم که بعد از معرفی سارا جون بهتون معرفی میکنیم برنامه مونو. سارا زندی عزیزم خوش آمدی به برنامه. خیلی ممنون، لطف کردی ما رو دعوت کردی. به من چه فارسی خوبی. خیلی سخت داده. خیلی کوچ کرد برای برنامه ایران. دستشون درد نکنه. پدر مادرها واقعا همیشه زحمت میکشن که بچه‌ها including ماز جبرانی که امروز داشت من میگفت پسرش گشته کلاس‌های فارسی زبان که فارسیش خوب بشه. آنلاین خریدم، اصلا چی میگن روزتا استون خریدم، داره ماشاءالله یواش یواش یاد میگیره. دیدم امروز بهش گفتی بگو سلام به فارسی. آره. بچه گفت سلام، من به انگلیسی بهش گفتم های. آخه من دارم بچه ها گناه دارن سختشونه. ولی در حال همتون خوش آمدید. برای بیننده های آر ویو برامون بگین که امروز دلیل و بهانه ای که تونستیم دور هم جمع بشیم چی هست. میدونم که یک فیلمی رو درست کردین که همتون اکسایتد هستین، اینکلودینگ من که راجبش با بیننده ها صحبت بکنیم. Who wants to start? کارگردان و نویسنده. بگو سارا جون. بله، ما یه فیلم تازه تموم کردیم به نام Simple Wedding که عروسی ساده و یه فیلم کمدی هست. It's a romantic comedy. Nice. راجبه یه دختر ایرانی که عاشق یه پسر آمریکایی میشه و بعد فامیلاشون رو به هم آشنا کنن و سعی کنن با هم بسازن. آیا این اولین فیلم شما هست سارا جون؟ این اولین فیلم بلند من هست. براو. من چند تا فیلم کوتاه ساختم، نویسنده و کارگردانی کردم. یه اپیزود تلویزیونم کارگردانی کردم. اینم اولین فیلم بلند. پس خیلی دیگه باید الان هیجان داشته باشی و بله. اکسایتد باشی. بله. Nice. تو این یکی از فیلمای کوتاه ماز بازی کرد وقتی هنوز دانشجو بودم تو فیلم سکول. این فیلم تزم بود که ماز بازی کرده، اونم
کلمبیا درس خوندی؟ بله. سارا جان. بله. و دانشگاه School of Arts اونجا. بعد تزمو با مان ساختم و اونم اتفاقا بهترین فیلم برد تو جشنواره. Am I surprised؟ کاری که از شما باشه ماز جبرانی هم قبول دعوت بکنه. مازم از اول خیلی سپورتر من بود و I'm really grateful. ماز, you're so cool. Yeah. خیلی کولم, راست میگی. سوزی جون راست میگی, خیلی کول هستم. He's very humble, ماز جبرانی. یعنی یه آدمی, خب من الان خیلی ساله که افتخار آشنایی رو با ماز جبرانی دارم و واقعا اصلا he hasn't changed in that respect. برای اینکه خب سوزی ببخشید, من ایجنت هم بله وقتشه, ببخشید دیگه نمیتونم باهاتون حرف بزنم. نمیدونی سوزی جون, راست بخوای من شما راست میگم یه مدت چند وقتی هم دارم میشناسیم و میدونیم وقتی آدم با یه کسی دوست میشه, آشنا میشه و میبینه که واقعا آدم خوبی هست, شما آدم خوبی هستی, این بچه ها آدم خوبی هستن, خب دلیلی نیستش که آدم عوض بشه وقتی مثلا یه خود موفقیت پیدا میکنین تو هر رشته باشه. به قول بچه های ایرانی تازگی لغت هایی که دیدی تو ایران عوض شده. آره. میگن جو گرفتتش, جوگیر شده. زمانی که من تو ایران بزرگ شدم چه لغتی ما نداشتیم, اگرم داشتیم من نشیده بودم, ولی میگن طرف جوگیر شده. حالا من بعدن یاد گرفتم یعنی که مثلا خودشو میگیره مثلا. آره آره. خب ولی این که این به نظر من از هیچ وقت اینو من توش ندیدم. نه من فکر میکنم به نظر من خب اولا اینکه خب ما که تو فامیل ایرانی بزرگ میشیم از بچگی ما یاد میدن که مثلا احترام داشته باش به با مردم خوب رفتار داشته رفتار کن و در ضمن فکر میکنم بعضی خب من دیدم مثلا اگه مثلا بعضی وقتی موفقیتشون یا خیلی زود میاد بهشون و جوون هستن و نمیدونن چه جوری با این موفقیت هندلش کنن, خب یهو تمام اعتماد به نفسشون رو اون موفقیت به اسم میشه و میدونی من end of the day میگم خب ما داریم فیلم بازی میکنیم, ماشاءالله نویسنده ستاره فیلم اینجا نشستن, lead actress تارا گرامی, ولی خب end of the day ما خب جرا نیستیم که داریم یکی مثلا نجات میدیم یا مثلا یه کاری نمیکنیم که به نظر من مهم خب این کار مهمی تا یه حدی هست, ولی من فکر می‌کنم همه کارا در نوبت به نوبت خودش مهم هست, هر کسی تو رشته خودش کارش میتونه مهم باشه که مهمم هست و میتونه پروفشنال اکت بکنه, حرفه‌ای اکت بکنه, حالا یه پزشکه, یه وکیله, یه هنرپیشه است, استندآپ کمدین, رپورتر, برنامه ساز, doesn't matter. موافقه, ببخشید منظورم این بود که وقتی میبینم یه کسی توی این رشته ما خودشو میگیره, گفتی جو چی داره؟ جوگیر میشه. میخوام بگم بابا هنر پیشه, take it easy, relax, دنیا رو که نجات نمیدید, take it easy. آره راک ساینتیست که نیستی, داری میری جلو دوربین چند تا صحنه بازی میکنی, میری خونت شامتو میخوری, ولی ببین take it easy. That's a good one. نه ولی واقعا it's so true, ولی در این حال من اینو لازم دیدم بگم به خاطر همونی که گفتی, شاید همون جوونا که یه وقت جوگیر میشن چون خیلی سریع پله های ترقی رو یکی ده تا میرن جلو, شاید بد نباشه اینم بدونم که همیشه خوبه که آدم اون انسانیت, اون مردمی بودن, اون هامبل بودنش رو حفظ بکنه نمره که کجا میرسه, چون همیشه آدم باید به نظر من این پولا رو که میره بالا برای خودش آدم ها رو نگه داره, because you never know first of all. بعدم چرا که نه, دلیلی هم که من گفتم که ماز هامبل هست و واقعا عوض نشده به خاطر اینکه تو همه جا همیشه حضور پیدا میکنه, هیچ وقت نگفته که من هم too busy for any. من یعنی ندیدم, یعنی با همه کس همه جوره حاضر همکاری بکنه, حتی اگه نفر شروع کارشه که ماز ممکنه لزوماً احتیاجی نداشته باشه برای خودش یا پروموت کردن خودش, ولی به خاطر که این کمک رو انجام بده, من حداقل که در سایت بودم اینو ازش دیدم و خب لازم دیدم که اینو برینگ آپ کنم چون مهمه. آه. این رول مدل ها مهمه به نظر خب من. خب اجازه بدید من یه حرفی هم بزنم روی این, میدونی من کرکت می نه 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 نه, نه میخوام اینو بگم, میخوام بگم که خب درسته الان ما خوشبختانه خیلی جوونا هستن که شروع کردن کار کنن توی کارهای هنرپیشگی و فیلم و کمدی و اینا و خیلی وقتا تماس میگیرن از طریق فیسبوک, اینستاگرام, هر جا, من تا میتونم سعی میکنم حمایت کنم و تشویقشون کنم, ولی خب میدونین خب آدم زندگی خودش هم داره, وقت خودش داره, من دوتا بچه جوون دارم, پس من سعی میکنم تا میتونم اگه بتونم شرکت کنم
نگاه میکنم پروگرام چیه و اون کاری که سارا با من چند سال پیش اون سکریپتی که به من رسوند من خوندم و گفتم چه سکریپت قشنگیه و راجع به سارا یه خورده اتفاقا یه فیلم برام فرستاد فیلمشو دیدم گفتم واو این ماشاءالله درسشو خونده کلمبیا درسشو خونده بلده. به یه جا رسیده که من اگه بخوام برم باش همکاری بکنم احساس میکنم که تلاششو کشیده میدونین یه آدم جدید نبود که مثلا یه گفت یه سکریپت دارم بیا اینو بیا شرکت کن کدنه این ماشاءالله یه سکریپت خوبیه پس من دلم خواست که برم باش همکاری کنم 100 درصد یو نات چریتی ورکر اون که obviously but I have to say I'm sorry to interrupt John. are you واقعا استثنایی ماست توی مهربون بودن منم اول که تازه محمود اصلا هیچ جا نبرده بودم توی یه گالا توی تورنتو فکر نکنم حتی یادت باشه منم گفتم هی I have a play و همون آن گفت برام همه اینفورمیشنشو بفرست و این خیلی به نظر من مهمه استثنان sorry to make this is the Moz show now ولی بچه خودمونه این تیشرت این شتی خودی تنگه اونشو یا چاخ شدم یا این تنگ شده این تنگ شده چاخ نشده ببین نه ببینین دارم میگم ولی باز تارا هم وقتی برای من این فیلمشو فرستاد که وان وومن شوش بود وان من شوش وان پرسن شوش بود دیدم واقعا هنر داره میدونین دارم میگم که تا میتونم سعی میکنم اویلیبل باشم ولی سعی میکنم به مردم بعضی وقتا میدونم سوزی به شما هم اتفاق افتاده مثلا یکی میگه مثلا پسرم بچه‌م میخواد هنرپیشه بشه میخواد بره تو فیلم بعد میگم خب چیکار کرده هیچ کاری نکرده خب میگم خب بذارینش تئاتر تو مدرسه بره تئاتر بازی کنه نه میخواد بیا تو فیلم خب خانم آقا اینطوری نمیشه شاید پسرتون دوست نداشته باشه این کارو بشه بذارین بغلن یه خورده برن یه خورده کار کنن زحمت بکشن ببینن آیا اولا واقعا علاقمندش هستن بعد ترین بشن میدونه این ماشاءالله اون وان پرسن شو که نوشته بود چندین تا کاراکترهای مختلفو بازی میکرد که آورد اینجا هم زنده اجرا کرد پس مردم که تارا رو دیدن میبینن او واو این هنرشو داره و وقتشو گذاشته همچنین سارا میبینن الان مثلا الان این فیلمی که الان ساخته یه فیلمی هستش باز یه ترانزیشن میکنم براتون ولی یه فیلمی هستش که هم سکریپتش خیلی قشنگه هم تونسته هنرپیشه‌های بزرگ بیاره تو فیلم شوراق داشلو هست هوشنگ توزی هست ریتا ویلسن که زن تام هنگس هست تو این فیلم هست یعنی چی؟ یعنی اینا هم سکریپت رو خوندن گفتن او واو این چیز خیلی قشنگیه yes, exactly. متوجه هستین؟ خب سارا جون تارا جون حالا برامون از این اولا که سارا جون وقتی که داشتی راجع به سکریپت میگفتی و که این داستان رو نوشتی که بسیارم داستان قشنگیه و من مطمئنم که حالا که بیشترم این مقدار راجبش توضیح بدی نه که دیگه همه رو بگی که همه یه ذره دلیلی داشته باشن برن ببینن فیلمو ولی خب میدونم که خیلی از ما ایرانی ها obviously باش میتونیم ریلیت کنیم و این خب خیلی جالبه حالا برام بگو که اصلا چی شد که تو تصمیم گرفتی یه همچین داستانی رو بنویسی what makes you write the story من تو فیلم سکول بودم چهار تا فیلم کوتاه ساختم که بیشتر it was artistic cinema یعنی هنری بود بعد توی این بعد تو فستیوالم خیلی موفق بود ولی هی میرفتم تو فستیوال یعنی خیلی دوست دارم آرت سینما ولی هی فکر کردم فیلم بعدیمو میخوام یه کار کامرشل درست کنم که به it's accessible to right. به همه میتونن این فیلمو بفهمن و خیلی آدینس بزرگی داشته باشه و این فیلم میخواستم یه فیلم عروسی درست کنم که راجب ازدواج باشه و مالتی کالترالیزم فرهنگ دو فرهنگ و اتفاقا این فیلم My Big Fat Greek Wedding رو خیلی دوست داشتم چه یعنی فیلم خیلی فیلم بعد برای ما ایرانی ها خیلی اون فیلم رو دوست داشتم برای که باش ریلیت میگردیم بله بعد هی میگفتم چرا مثلا یه چیز اینجوری وقت دوباره یعنی نه که یعنی میخواستم یه چیزی مدرن درست کنم یعنی it's like more updated ولی همین راجب فامیل و culture clash بعد ولی مدرن تر و یکم ایجی تر از اون فیلم یعنی یکم هنری تر فکر کنم و اتفاقا 6 سال پیش این فیلم نامه رو شروع کردم یعنی خیلی طول کشید که بتونید خیلی طول کشید بله که هم تموم یعنی فیلمنامه‌اش رو تموم کنم و هم ساختنش یعنی پرودوسر پیدا کنیم بودجه پیدا کنیم خیلی سخته بله ولی همیشه شخصیت‌های تو این
فیلمنامه رو خیلی دوست داشتم. Like I love these characters. و وقتی شخصیت ها رو بازیگرا رو دوست داشته باشی میتونی این ادامه بدی پروژه رو. پس خودت کست دایرکتور هم بودی برای بله. کاستینگ انتخاب کردن. بله. و okay. یعنی پلاتش قصهش خیلی پیچیده است و ولی فکر کنم همه it's an ensemble comedy تقریبا 6 تا شخصیت هست و همشون هم یه داستان خودشون رو دارن ولی شخصیت اولش تاراس بازی میکنه که دختر ایرونیه که عروسه تارا شده. خب چجوری شما پیدا کردین ممبرای بازیگراتون رو برای فیلم؟ بله من دیگه فیلمنامه رو تموم کردم شروع کردم اومدم اصلا موو کردم LA چون میدونستم فیلم باید اینجا درست بشه و خیلی داشتم میپرسم دنبال یه دختر ایرانی هستم که کمدی باشه. I always said دنبال I'm looking for the Persian Lucille Ball که خیلی بامزه باشه کمدی اصلا کارش منم دوست دارم کمدیانا رو بذارم توی فیلم تو نقشای دراما I love یعنی کمدیانا میکس خوبی میشه بله چون این اینستینکت های کمدی رو دارن و با یه تلویزیون داشتم کارگردانی میکردم و پرودوسرم تو اون تلویزیون گفت راجب تارا گرامی شنیدید and I said no. بعد گفت یه تئاتر داره محمود بعد اون منو آشنا کرد با کارهای تارا رو کار قبلیم بعد شروع کردم نگاه کردم تارا رو بعد اتفاقا منیجر تارا من میشناختم ری موهیت بعد بهش زنگ زدم گفتم میخواستم با تارا آشنا بشم بعد دیگه با هم میتینگ کردیم و بعد یه ریدینگ داشتم که میخواستم اصلا فیلم نامه رو بشنوم بعد تارا تو اون ریدینگ اون نقش رو خوند و دیگه از اون موقع دیگه you realize که this is it البته یه ذره داستان it's one more تو اون ریدینگ بعد از اون ریدینگ I said I think it's her but I'm not 100% مطمئن یعنی 90% I was sure بعد تارا گفت من این محمود رو اجرا میخوام بکنم بیا اون تئاتر رو ببین بعد بعد از اینکه محمود رو دیدم I was like 100% دیگه گفتی this is it چون دیدم when was this? کی بودیم؟ Santa Monica Playhouse 2016 همون موقعی که ما اومدیم برنامه تو نه 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 یه شب تو بعد همینطوری یه سال پیش بود دو سال پیش بعد تو اون تات دیدم که نه حتی مثلا خیلی هنرش خوبه ولی we care about the same things یعنی تو اونم خودش نوشته بود دیدم که اصلا سوژه‌ش هم به فیلم میخورد که آره سوژه‌ی like multiculturalism and فرق بین نسل‌های مختلف مهاجرین برای هر دوم خیلی هم مهاجرت خب برای که واقعا هم هر دوتون در حقیقت تو همین عالم بزرگ شدید دیگه یعنی دوتا ایرانی هستین که شما آمریکا ولی شما کانادا خب شما ولی متولد اینجا هستین یا بچه بودین اومدین من بچه بودم اومدم تو هم همینطور جان رای مازم همینطور منم بچه هم همینطور بچه بودیم یه روزی بچه بودیم سوزی جون ما هم بچه بودیم حالا بچه داریم دخترای من هستن That's cute. خب اون وقت بعد بقیه کس ممبراتون بسایدز تارا جون چجوری پیدا کردین؟ خیلی خیلی عجیب شد چون اصلا اینستینکت اولم که میخواستم فیلم نامه رو شروع میکردم همین این فکر My Big Fat Greek Wedding رو کردم و عجیب بود ریتا ویلسون اومد تو زندگیم چون اون من کاستینگ دایرکتورم گفت و اون نقش مادر گروم مادر داماد تو فیلمنامه خیلی مهمه چون اون خودش اصلا یه داستان خودشو داره و سالها هم که داشتم رو فیلمنامه کار میکردم اون شخصیت رو عاشقش بودم یعنی خیلی اون نقش رو دوست داشتم چون خیلی داستانش هم راجبه یه کسیه که میشناسم و خیلی دیگه اون اصلا خیلی مهم بود بعد کاستینگ دایرکتور هم گفت من شنیدم که ریتا دنبال میخواد بازی کنه بعد گفت همجوری بریم فیلمنامه رو اصلا براش بفرستیم
بعد ریتا خوند و میخواست منو میت کنه، یعنی خوشش اومد از داستان و بعد با هم صحبت کردیم و گفت خیلی منم داستانای فرهنگی رو خیلی دوست دارم، چون خودشم یونانی، مادرش بکراندش مادرش یونانی بود، پدرش هم اتفاقا مسلمون بود که کانورت کرد به رومن کاتولیک. واسه این دوست اون داستانای فرهنگی رو خیلی دوست داره. جالبه. بعد هم اون هم مثلا کارگردانه زن رو میخواد چمپیون کنه و خیلی یه جوری به هم خیلی وی کلیکت. بعد گفت من میام ولی اگه شهرم بیاد، چون شهره رو خیلی خیلی دوست داره و ایجنت هم دارن، گفت اگه شهرم بیاری منم میام. بعد خودش به شهره زنگ زد، اصلا شهره رو از ریتا پیدا کردم. بعد ریتا به شهره زنگ زد و گفت این دوتا نقش مادر داره تو این فیلم نامه که خیلی بامزه است و let's do it. بعد با شهره میت کردم. شهرم دیگه اونم فیلم نامه رو دوست داشت و they trusted me. I mean, چه احساسی کردی در این موقع سارا جون؟ برای که خب یه فیلمساز جوونی هستی. اینم اولین فیلم بلندته. میخوام ببینم وقتی با یه همچین افرادی قبول دعوت کردن که باید کار بکنن، how did you feel؟ چه احساسی واقعا اون لحظه به دست داد؟ یعنی یه جوری همه یه دفعه they were خیلی هم فیلمسازی همش is trust. Like, do you trust the director؟ تارا مثلا این تمام این مدت خیلی منو تراست میکرد با همه چویسام. نمیدونم، یعنی یکم سوریل بود که یه دفعه باور شدم نمیشه. بله، ولی در یه لحاظی هم یعنی خیلی فکر کنم مثلا نویسنده و کارگردان تو هالیوود زنام کمن. درست. یعنی اینم یه امتیاز براش که این اصلا it's a form of activism که منو سپورت کنن، چون اصلا یعنی تایمینگت فانتاستیک، تایمینگ هم خوب بود و اصلا خیلی زنای نویسنده کار خیلی سکریپت هست، یعنی there's a lot of us و خیلی هم داستانای خوب داریم و capable هستیم و نمیدونم چرا بیشتر این اتفاق نمیفته. خب یواش یواش حالا دیگه بله. یواش یواش دارن همینطوری که اتنیسیتی های مختلف، بکراند های مختلف، بله. نشنالیتی های مختلف دارن یواش یواش به هالیوود راه پیدا میکنن، که الان شما نگاه کنین تو مثلا دو سه دهه اخیر خب خیلی اینطوری بیشتر شده. بله. قبلا خیلی کمتر بود، مازنوز بردنایدو خیلی لیمیتد بودن، اگر هم یه نفر رو با یک نشنالیتی میبردن فقط یه کارهایی که اون نشنالیتی فقط انجام میدادن it's known for it رو بهش میدادن. You know, they wouldn't cast them otherwise. ولی الان خب obviously فرق کرده، خب زحمت هم براش زیاد کشته شده، به راحتی هم به اینجا نرسیدیم. و اون فیلمای کوتاه، یعنی یه ترک رکورد بالاخره داشتم که sure. اون فیلمای کوتاه خیلی بین without that فکر کنم نمی اومدن، ولی چون خب اونا رو داشتم کاریت هم دیدن. خیلی مهمه، همونجوری که ماز گفت وقتی مثلا مازم کارتو اون شورت فیلمتو چک کرده باهات همکاری کرده، خب بالاخره یه بک‌گراندی رو آدم نگاه میکنن، بعد میان با آدم صحبت میکنن بله. و قبول اینا... میکنن کار آدمو. بله، اینا همش یه قدمه دیگه. فکر میکنم اون فیلم کوتاه هم همش یه تمرین بود برای این. خب خیلی به تمرین میگم. بعد چجوری با ماز آشنا شدی، دعوت کردی؟ من گفتم اگر ریتا و شوهر رو بیاری، تارا رو بیاری، هوشنگ هم بیاری، سوزی رو هم قبول کنی، من میام. من ماز رو واقعا دانشجو بودم، هنوز تو فیلم سکول بودم و یه فیلم تزم رو بعد میساختم که آخرین فیلم ماسترز اته و یه فیلمنامه پدر و پسر داشتم که تازه مهاجرت کردن و یه داستان خیلی شیرین slice of life بود. بعد به من همیشه این مازو اصلا I wrote it for him براش نوشته بودم و بعد به منیجرش فرستادم که ری موهیته. بعد به ری فرستادم و گفتم من یه دانشجو هستم تو دانشگاه کلمبیا تو فیلم سکول و این میخوام تزم رو بسازم و یه سکریپت برای ماز فرستادم. But he was like, get lost. He was like, manager, yeah, he's busy.
کارهای دانشجویی نمیکنه. نو بعد یه دوست داشتم که استنداپ میکرد با ماز، بعد گفت من این فیلمنامه رو میتونم دایرکتلی بهش برسونم. بعد استنداپ it was Jake Cater. پسرشو بازی میکنه. رول نفی آره توی فیلم این فیلمش اسمش بود حسن روحانی رضا حسنی رضا حسن روحانی رضا حسنی حسن روحانی حسن روحانی در رجوع در رضا حسنی گوست تو ما. بعد یه پسر جوون لازم داشتن، پسر 4-5 ساله که فارسی بلد بود که کامران که میشه پسر برادر من فارسیش خوبه، گفتم میتونم کامران رو بیارم. گفت اوکی. اونو آوردم، خیلی هم کیوت بود چون که هیچ وقت هنرپیشگی نگرده بود. 4 سالش بود. من دستشو میگرفتم و میگفتم کامی وقتی دستتو فشار میدم تو این جمله رو بگو. بعد میرفتیم من دستش فشار میدم، من مثلا میگفت بابا کجا داریم میریم یا هر چی. خیلی کیوت بود. انقدر کیوت بود. و اون فیلم تو فستیوال تلیوراید پریمیر کرد و بهترین فیلم تو فستیوال کلمبیا بردیم. خیلی به خاطر ماز اصلا he helped me so much. ولی ببینید چی نشون میده، نشون میده که خب گفتش که سارا اولا که هم هنرش داشت هم وقتش رو گذاشته بود هم یه پروگرام خیلی خوبی رفته بود و سعی کرد از طریق منیجر بیاد جلو و نشد، ولی پشت کار داشت و راشو پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی میدونم که خیلی الان جوان ها هستن که کار دارن میکنن، تلاش دارن میکشن و نباید گیواب کنه، هیچ وقت نباید گیواب کنه. واقعا it's the best advice. یعنی همیشه من تو برنامه ها، من به خصوص برنامه هایی که با جوان ها داشتم، همیشه اینو امفسایز میکردم که واقعا اگه یه چیزی پشنتونه باور بهش دارین گیواب نکنه، برای اینکه you will make it. و مهم اینجاست که پشن دارین. ببین پشنش بوده. مثلا من خودم مامان بابا میخواستم من وکیل بشم، من میخواستم به خاطر اونا برم یه کار دیگه بکنم که دوست نداشتم و به گارانتی میکنم اگه من میرفتم مثلا یه لافرم دوتا لافرم قبلا نمیکردن اصلا نمیرفتم. ولی پشن خودم پیدا کردم و دنبالش رفتم. همچنین اینا پشن خودشون رو پیدا کردن. شما که مامان باباتون مخالفتی با کار هنریتون نداشتن وقتی میخواستین درسشو بخونین یا داشتن؟ تیپیکال ایرانیان بودن یا نبودن؟ حالا آبه داری مامان من بگین یه دقیقه تلویزیون نگاه نکنه شما راستش. من مامانم مشکلی نداشت، مامانم خیلی خوشحال بود. خانواده بابام یه ذره نه که مشکل، همشون آخه واقعا همه بچه ها مهندسن همشون. نه تا نوه فقط من اینطوری عذاب در منم. اینطوری مهندس کامیدی هستی تو؟ شما دکتراتون رو در استند اپ کامیدی انگرفت. بابام به میگه آیت الله قرطی. There we go. شما چیزها رو من اول فکر میکردم من میخواستم خبرنگار بشم و اصلا جورنالیسم خونده بودم و من فکر کردم میخواستم این راه برم. بعد چون اون راه خیلی اون موقع دوران جنگ عراق بود خیلی خطرناک بود خبرنگاری و بعد اتفاقا وقتی سویچ کردم که برم تو کارگردانی و فیلمسازی خیلی خوشحال بودم که اون اولین چیز پروفیشنو پرسو نکردن، چون واقعا میترسیدن کارهای خبرنگاری بکنم. چون اون موقع 2-3 سال تو خبر کار کردم و خیلی سفر میکردن و نگرانم بودم. خب واقعا من فکر میکنم پدر مادرها اگه این حرفا رو میزنن، حالا بیشوخی میدونم که پدر مادرها ایرانی خیلی سال پیش همیشه ما میگفتیم بچه هاشون یه باید دکتر بشن یه باید وکیل بشن، ولی الان خب یه مقدار اولا فرق کردن. من قشنگ دارم تو بچه های ایرانی میبینم. دوم اینکه من فکر میکنم اگه اینا رو میگفتن همیشه برای اینکه مادر پدر دلشون بهترین رو بر بچه‌شون میخواد و بهترین هم همیشه همراه با مسائل فاینانشال و پوله، برای اینکه راحتی بچه‌شون میخواد نهایتاً. و چون تو دنیای هنر لزوماً شما این گارانتی رو ندارین، یعنی از این همه آدمی که وارد دنیای هنر میشن چند نفرن که به تاپ برسن که از جهت مالی هم موفق بشن؟ نه طبعاً.
در حالی که اگه رشته‌های دیگه رو بخونین بالاخره همیشه میتونین زندگی خودتون چی میگن امنیتش بیشتره، امنیت مالی دارین دیگه. آره. من فکر می‌کنم واقعا دلیل پدر مادرها بیشتر شاید واقعا همین بوده. ولی خب در این حال هم وقتی بچه‌هایی که حرف گوش نمی‌کنن میرن تو دنیای هنر و موفق میشن، بعد پدر مادرها چقدر پراد هستن و چقدر خوشحالن براشون، برای که نهایتاً یه پدر مادر من فکر می‌کنم فقط خوشحالی و خوشبختی بچه‌هاشون می‌خواد. ولی فرهنگ ما، ببینید فرهنگ ما همیشه فرهنگ یه فرهنگی هست که میگه به مادر پدرتون گوش بدین. همیشه هر حرفی که میزنن بهتر میدونن، بیشتر میدونن. ولی میان آمریکا میبینه که نه واقعا اینجوری هم نیست. واقعا نه، واقعا اینه که آدم باید بچه‌ها بهتر میفهمن. بچه‌ها اینجا حرفشون رو گوش نه اینجا هر کسی که اگه ببینید من میگم به مادر پدرم میگم اگه واقعا بچه‌تون پشنشو داره، میدونین خب همینو میگم دیگه، بعد کوچیک شروع کنین. مثلا اگه میگه میخوام هنرپیشه بشم، خب میذارین یه کلاس تئاتر ببینین آیا دوست داره دوست نداره. اگه ادامه بده بعد میگه که خب بعد اینو حمایتش کنم. right. و همچنین مثلا یکی بخواد نویسنده بشه نمیشه بگین که خب یا بعد فیلم بسازی یا اینکه هیچ وقت موفق نمیشی. با کاره کوچیک و کوتاه شروع میکنین و حمایت میکنین، ولی مجبورشون نکنین که یه رشته بخونن که دوست نداشته باشن، چون که دیگه اونجوری هیچ وقت موفق میزربال میشن. آره یعنی بهتون میگم من بچه دار بشم 100 درصد باید دکتر یا مهندس بشم. منم همین. خیلی سخته. سخته واقعا، کار سختیه. کار سختیه. خب حالا داریم راجع به دوستان فیلم سیمپل ودینگ صحبت میکنیم که سارا زندیه نویسنده و کارگردانش هست و این دو عزیزی که در کنار من هستن، تارا گرامی که لیدینگ اکترس فیلم هست، ماز جبرانی در فیلم بازیگری میکنه، دیگر عزیزانی هستن که در فیلم بازیگری میکنن مثل خانم شهره آقداشلو، مثل آقای هوشنگ توزی و خیلی دیگران که در کست هستن و حالا فیلم که انشالله امیدواریم باز بشه ریلیس بشه که پابلیک بتونن به دیدنش برن داریم صحبت میکنیم. بچه ها خب خیلی اکسایتد هستن چون شب پریمیرش قرار هست که همین جمعه شب باشه که البته it's sold out، بنابراین اینجا الان برنامه تبلیغاتی نیست، فقط به عنوان یه سری آگاهی خبرهای خوش داریم با شما در میان میگذاریم. دوست دارم که در مورد فیلم بگین که مراحلی که فیلم سارا جون پیش باید بره تا بتونین اینو ببرینش و به اون جایی برسه که باز بشه توی سینماها چی هست؟ فستیوال ها رو باید پشت سر بگذاره، به چه شکل، کجاها رفته، کجاها خواهد رفت؟ What are your hopes؟ الان این پریمیرمون تو فستیوال لس آنجلس فیلم فستیوال هست که جمعه است. بعد از این پریمیر چند تا فستیوال دیگه، جشنواره دیگه میریم و هوپمون اینی که به یه دیستریبیوتر بفروشیم و بعد یه تیاتریکال ریلیز داشته باشیم. درست. که تو سینمای اس بره، نه فقط تو جشنواره فستیوال. بودجه که برای این فیلم شما در نظر گرفتین و پرودوسراتون فاینانشال پرودوسرز کیا بودن، به چه شکل بود؟ آیا خیلی سختی داشتین یا دستتون باز بود؟ خیلی طول کشید. دلار بود. این فیلم بله خیلی واقعا خیلی با پول کم یه چیزی سعی کردیم بزرگ بسازیم و اینوستر خصوصی پیدا کردیم که اصلا تو فیلم نیستن، توی بیزنس هستن و دیگه میخواستن پشتیبانی بکنن ما رو. ولی بله و ولی خیلی چیز بود، یعنی یه it was just trust again، یه trust داشتن که ما بتونیم برسونیم فیلمو با بودجه کم. خب من فکر میکنم ما از I'm sure you agree with me too لزوماً بودجه فیلم دلیل موفقیتش نیست، یعنی کرو، نویسندگی، کارگردانی بیشتر من فکر می‌کنم رول اصلی رو بازی می‌کنه. گویی که obviously شما نمی‌تونید با یه بودجه کم با استودیوهای بزرگ رقابت بکنید. obviously اون که is given. ولی مثلا یه فیلم مثل My Big Fat Greek Wedding بودجهش بسیار کم بود در مقایسه با فیلم‌های آمریکایی و هالیوودی. ولی دیدیم که چه فروشی کرد و دیدیم که چقدر با استقبال روبرو شد. بنابراین این بر من همیشه یه مثال خوبی بود که فکر میکردم مثلا نشنالیتی های دیگه یا حتی آمریکایی هایی که با استودیوهای بزرگ نمیتونن کار کنن یا نکردن کار، لزوماً دلیل اینی که فیلمشون خوب نیست یا موفق نمیتونه بشه نیست. چون این خودش یه نمونه خوبی بود حداقل برای منی که در کنار وایسادم و اینو تجربه کردم. چی فکر میکنین راجع به این موضوع؟ بله یعنی برای من همیشه قصه است، یعنی قصه بودجه کمک میکنه حتما، چون مثلا بازیگرای بیشتر میتونی داشته باشی بالاتر و بیشتر بودجه مثلا وقت میگیره برد. من مثلا کارگردانش رو خیلی تون بعد فیلم برداری میکردیم. چند روز طول کشید برای فیلم سیمپل ودینگ؟
20 روز تو ال ای هم انجام شد. بله همش تو ال ای. خب جای گرونه رو انتخاب کردید. ال ای میگن خیلی گرونه برای فیلم برداری. بله برای ایندیپندنت فیلم سخته چون اسپریت ایندیپندنت. من از نیویورک اومده بودم و همیشه میخواستم فیلمو اونجا بسازم ولی بازیکنام همه اینجا بودن. بله بعد ولی یه روزایی مثلا داشتم روزی 10 صفحه کارگردانی میکردم، یعنی خیلی تند. دستیارم داری؟ دستیار کارگردان یا خودت؟ داشتم یه دونه. بله و اگه مثلا بودجه داری میتونی مثلا روزی 2 صفحه کارگردانی کنی که وقت بگذره. بله ولی میشه دیگه، یعنی من خیلی ایندیپندنت فیلم دوست دارم و فکر میکنم اگه قصه خوبی داشته باشی، شخصیت های خوبی داشته باشی، مثلا به پروڈاکشن و آدینس فرگیوز پروڈاکشن کوالیتی اگه داستانش خوب باشه. و ماز تو چه تجربه داشتی؟ بهتون بگم، اولا که خواستم بگم که این فیلم که الان تو ال ای فیلم فستیوال هست چون که سولد اوت شده، یه شب هم مثل سه شنبه شب هست. پس اگه دوستان بخوام ببینن ال ای فیلم فستیوال میتونن برن وبسایتش، برن اون شب هم ببیننش، ولی امیدمون اینه که به قول شما واید ریلیز داشته باشه که بعد کمیونیتی حمایت کنه. و فکر میکنم که حرفی که الان سارا زد، سکریپت فانیه، سکریپت رومانتیک کمدیه، خیلی خوب بازی میکنه. آفیاد باشی. و خیلی خوب بازی کرده تارا و سپورتین کست فانی داریم. یه فیلمی هستش که خانم‌ها با آقایون با همدیگه میتونن برن بخندن و شب خوبی داشته باشن و گفتم باید حمایت کنیم و در ضمن به دوستامون بگیم، به کسایی که خارجی هستن بگیم که فکر کنم برای هر دو اجتماع‌ها کار میکنه. ولی بهتون بگم یه چیزی، بعد من فیلم خودم رو که ساختم جیمی وست بود که اون یه کمدی دیگه بود، دیدم که واقعا فیلم ساختن کار رستمه. یعنی شما چون که اول میای، سارا گفت 6-7 سال سکریپت می‌نویسی، هی می‌نویسی، می‌نویسی، ریفاین میشه، درست میشه، کوتاه‌تر میشه، بهتر میشه، بهتر میشه. بعد حالا میگی خب حالا من سکریپت رو نوشتم، حالا باید پولش رو پیدا کنم. حالا پول رو باید بری دنبال این و اون و از این بپرسی، اون بعد مثلا یکی میاد میگه پول میذاره. حالا باید کاستینگ رو پیدا کنم. حالا باید الان حرفی که زد واقعا خیلی سخته. شما در 20 روز بیای یه فیلم خیلی. یه ساعت و نیمه بسازی خیلی سخته، بعد سریع کار کنین. بعد تازه بعد بیای تو این فستیوال ها که سعی کنی دیستریبیوشن پیدا کنی. یعنی واقعا کار رستم بیه. پس اگه همش با همدیگه یه جوری کار بکنه، یعنی انگار یه معجزه است. ابسولوتلی باید جفت جور بشه همه چیز با هم. ولی خدا رو شکر در کنار یک سری آدم های خوب و حرفه‌ای هستی که دوست دارن، به کارت باور دارن و انشالله که من مطمئنم حتما هم موفق خواهی شد. حالا به عنوان سارا گوش نمی کن، به عنوان یک بازیگر در این فیلم، سارا رو چجور کار کردن؟ چند ساعت کار کردی؟ من چند روز اونجا بودم. خانم 20 روز اونجا بود. شما 20 روز. آره. 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 نقش اول تاراست. پس من تونستم، من چون که 4-5 روز بودم با من خیلی خوب رفتار کردن. منو مثل یک مهمون میشناختن. هر دفعه که میمدم یه ماسوس اونجا بود، ماساژ میدادن. یعنی بهتون میگم 4 تا بهترین روزهای زندگیم بود. و سارا خیلی با من خوب رفت. ولی فکر کنم با تارا 20 روز اینا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. چی شد تارا جان تو این 20 روز؟ چه سر شما چی به سر من نیومد؟ روزی چند ساعت کار میکردی؟ 13 ساعت. 12 تا 13. 10 تا 12. بستگی داشت به روزش. خیلی بود. خیلی بود. ولی خوشبختی این بود که شور جون سر صحنه بودن، ما سر صحنه بود، آقای توزی بود، بزرگای آدمایی که خیلی تجربه داشتن بودن. و مثلا شور جون بهم هی میگفت تارا یه چیزی بخور، چرا یه چیزی نمیخوری، بشین بشین، چون همش داشتم میدویدم. برای همین تو اون لحظات همینطوری که ماز گفت که ما همیشه باید حرف بزرگتر رو گوش کنیم، توی اون فیلمم خیلی خوشحال بودم که دور و برم آدمایی بودن که واقعا تجربه داشتن. و مثلا یه روز اولی که ماز اونجا بود، من سر یه چیزی نمیدونم داشتم عصبی بودم، ناراحت بودم، ماز من نشون گفت ریلکس، اصلا حالمو دوباره جا آورد واقعا که شهرم این کارو برام کرد. برای همین به خاطر همه آدمای دور، سارا هم فکر کنم همینو بگه که انقدر همه آدمای دور و برمون خوب بودن که ما واقعا تونستیم و ما دوتا از اولین روزی که همدیگر دیدیم میدونستیم ما این فیلمو
بکشنمون میسازی. چون تو تهیه کنندم بودی؟ من تهیه کنندم بودم. من تهیه کننده بودم ولی خودمونو کشتیم یعنی و میدونستیم و همدیگر رو میفهمیدیم. مثلا من میومد میگفتش که نه اینو میخوام یه جور دیگه، گفتم فهمیدم بعد میدونستم. مثلا هم میگم یه گروه بود که این فیلمو ساخت. یعنی همیشه واقعا یه عده خوب دوره هم هستن که یه پروژه میتونه نهایتا تموم بشه. این ریتینگش PG-13. خب پس برای 13 سال به بالا میتونن برای دیدن. یعنی دوستان ایرانی میتونن بچه 5 سالش رو ببینن. چشاش رو فقط پلاس PG-13 ما نمیشناسه. راست میگی، ما ایرانی ها که یادمه تو فیلم های ناجورتر هم بچه های کوچیک رو میبونن اصلا شاکت. تو ایران که اصلا نبود، یعنی فرقی نمیگه ریتینگ نداشت. ریتینگ چیه؟ مسئله نبود. اینجا هم که هست بازم مسئله نیست. برم. ولی خب به هر حال ریتینگش PG-13 تعیین شده. ها. مدت زمان فیلم چقدره سارا جان؟ 88 دقیقه. 88. یه ساعت. ولی من دیروز چاپش کردم. یه ساعت و نیم. خب obviously که سیمپل ودینگ به زبان شیرین انگلیسی هست. آیا جاهایی هست که ایرانی‌ها یه چیزای فارسی بگن؟ بله. بله چند تا سه تا صحنه چند تا لغت یعنی کلمه‌های فارسی هست که زیر نویس گذاشتیم. شهره خیلی به من میگه کشتی منو. چون یه داستان مادر دختر خیلی مهمه تو فیلم. شهره مادرش داره. خانم شهره آقداشتو رو داریم راجبشون صحبت میکنیم که جاشون بسیار اینجا در کنار ما امروز خالی هست. البته من واقعا این شانس رو دارم که با همه این عزیزان دوستی دارم و هفته های گذشته بود که اینجا در همین تلویزیون اندیشه در آرویو در کنار ما بودن. ولی به هر حال شهره جون اگر برنامه رو می‌بینی وی میس یو جات خیلی خالی. ولی در حال در فیلم شهره جون نقش مادر تارا جون رو داره. بله مازم نقش عمو. آره هوشنگ جون هوشنگ تو هوشنگ رول شوهر شهره رو بازی میکنه که براش خیلی سخت بود. بله سخت واقعا چیزی اون نه دیگه زن و شوهر مشکل هم دیگه اونجا رول مادر پدر ایشونه. منم رول برادر هوشنگ رو بازی میکنم. واو چه خانواده ای دارم. چه خانواده ای شما دارین. وقت این خانواده باعث شدن که شما با مسائلی روبرو بشی که این ودینگ اسمش بشه سیمپل ودینگ که فکر نمیکنم واقعا سیمپل بوده. من برعکس سیمپل. بله همینو میخواستم بگم. همه چی هست بات سیمپل رایت. بله. خیلی شما مراحل مختلفی رو طی کردی تا نمیدونم بالاخره منم که فیلمو ندیدم حالا ببینیم این فیلم به چه صورتی قراره که به پایان برسه و ان شاءالله پایان خوب و خوشی هم داشته فیلم. حتما داره دیگه رمانتیک کمدی. من یه رمانتیک کمدی داره دیگه. فیل گود مووی. فیل گود مووی. آی لوف دوز تایپ. تا به اونجا برسیم آتیش میخوریم تو استخ میافتیم دیگه. نگو چه اتفاقی افتاد. آخه دخترم خیلی نه اب نداره. اینا تیزرای موویه. میدونی چه خبر هست. حالا پس داره برای فستیوال. میدونی کدوم فستیوالا داره میره؟ بله بعدش میریم آستن تکساس بعد سان دیگو بعد چند هم الان داریم رو به راه میشیم. بله. من مطمئنم که موفق خواهید شد. مرسی. یک کست قوی پشتتون هست. بله. ماز جان شما حالا که لطف کردی به برنامه اومدی It's always a pleasure having you. برنامه های خودت البته من ایمیلاتون رو همیشه میگیرم. خودت چه آپکامینگ شوهایی؟ منم خب در حال تور کردن هستم. آره دیگه این ویکند میرم شیکاگو و بعدش هم میرم مینیاپولیس که مینیسوتا. بله. و بعد هفته دیگه که میشه سه شنبه اتفاقا یه شب در ایروین ایمپروو گذاشتیم برای یه جایی هستش به نام Transforming Life Center که سیامک افشار ران میکنه که برای آره برای ادیکشن و یه جایی هستش که کسایی که توی اجتماع ما هستن که با اعتیاد مشکلات دارن میرن اونجا و کمک پیدا میکنن. سال پیش براشون یه فاندریزر گذاشتیم و باز امسال سه شنبه دیگه در ایروین ایمپروو اگه دوستان برن mazjobrani.com میتونن بلیتاشون رو اونجا بگیرن و یه شبی هستش که من مجری شب هستم. تهران میاد، امیر کی میاد، امید سینگ میاد، یه آقای بنام آره دیگه میام مجری شب کمدیه و برای یک کاز خوبی و مثبتی هست. ولی تمام اسکیجولم روی mazjobrani.com رو وبسایتم. بله من همیشه میبینم میدونم که همیشه ماز در چه
برنامه هایی هست، همیشه هم سر شلوغه، ولی خوشحالم که از این طریق همیشه هم up to date with what you're up to basically. I'm up to something. That's wonderful. در حال بچه ها ازتون ممنونم، مرسی از وقتی که به برنامه دادید، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. حتما خبرهای خوش و باز با ما در میون بگذارید که ببینم چه موقع فیلمتون واید ریلیس شده، که بتونیم از این طریق به بیننده هامون بگیم که بیان همه سپورت کنن، چون that's what you really need، به خصوص وقتی که واید ریلیس میشه. بله. اون که اول و ایناش it's very crucial and important. Yeah. Right? Yeah. Yes. خب اگر چیزی رو از قلم انداختم please say so. We have couple of more minutes to end the show. Website داره فیلم یا وبسایت نداره؟ نه، that's why there's a Facebook page که Facebook /simplewedding. رو فیسبوک هستیم، رو اینستاگرام هستیم و اونجا خبرهای فیلمو مینویسیم. اونم اینستاگرام simple wedding movie. بعد اینو بگیم، اینستاگرام is instagram/simplewedding movie. facebook/simplewedding movie. اونجا هر کی دوستان برن میتونن فالو کنن، هر آپدیتی باشه و که براتون بفرسته. محبت میکنید به فیسبوک منم اگه سری بزنید، اینستاگرام، همه اینا رو من معمولا اینا رو آپدیت میکنم. مهمانایی که در برنامه ها میان آر ویو رو میگذارم، خود شوی کامل رو میگذارم در یوتیوب به همچنین سوزی خاتمی. بنابراین برید لایک کنید، به دوستان دیگه‌تون شیر کنید که همه بتونن از این طریق مطلع باشن که چه خبرهایی در شهر میگذره. ممنونم از حضورتون در برنامه، با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزانم. من یک اطلاعیه هم دارم که با اجازهتون قبل از پایان برنامه امروز، این اطلاعیه رام که به اتاق فرمانم داده بودم فرسام ریزن نگرفتن، ولی من اینو اعلام میکنم چون خانم دکتر فریده کیومهر، یکی دیگر از ایرانیان عزیز که همیشه مسائل مربوط به مبارزه با خشونت و ترویج دوستی رو انجام میدن، از طرف مرکز تحقیقات بین المللی بهداشت و طب پیشگیری برنامه رو همین شنبه 22 سپتامبر در پارک معروف ایرواین در اورنج کاونتی انجام میدن. از ساعت 10 صبح هست تا 6 بعد از ظهر، یک روز کامله از ملیت‌های مختلف عزیزان میان به این شو و خانم دکتر کیومهر هم برای مبارزه با خشونت و ترویج دوستی روز صلح مثل همیشه حضور دارن اونجا، غرفه ای رو دارن که دعوت میکنن از شما ایرانیانی که به خصوص اگه در اورنج کاونتی هستین که دیگه واقعا اکسکیوزی ندارید، حتما تشریف ببرید و سپورت بکنید برنامه هاشون رو. وبسایتشون رو هم اعلام بکنم بعد شاید نباشه که بتونید سری بزنید، ihrc.org. ihrc.org وبسایتشون هست که میتونید اطلاعات بیشتر رو برای روز شنبه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر دنبال بکنید. ممنونم از توجه یکایکتون به برنامه آر ویو. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. جای فوجان عزیز دکتر زینی هم بسیار امروز در کنار ما خالی بود، تا هفته آینده که با ایشون و مهمانان عزیزمون برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون بکنیم. هفته خوب و خوشی رو در پیش رو داشته باشید. سیمپل ودینگ اند بچه‌ها که امروز لطف کردن به برنامه اومدن. Thank you everyone. Have a good one.